تو قسمت قبل به اونجایی رسیدیم که کریس برای پیدا کردن جیل به سمت آبهای مدیترانه حرکت میکنه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با قسمت چهارم از سرگذشت شخصیت کریس ردفیلد در فرانچایز رزیدنت ایوه. همونطور که گفتیم کریس برای پیدا کردن گروه تروریستی ولترو در کوهستانهای اروپا با همراه همکارش جسیکا گیر میفته و تصمیم میگیره برای پیدا کردن جیل به سمت آبهای مدیترانه حرکت کنه. حالا برمیگردیم به جیل. اون تو کشتی کوین زنوبیا به هوش میاد و متوجه میشه اسلحه ها و تجهیزاتش همراهش نیست. جیل کمی جلوتر پارکر رو میبینه و اونا به کمک هم اسلحه هاشون رو پیدا میکنن و بعد مبارزه با یه سری هیولا از نوع اوزه نهایتا به اتاق کنترل کشتی میرسن، ولی متوجه میشن تمام دستگاه ها از بین رفته و کشتی هم دچار طوفان شده. اوزه از این بدتر میشه وقتی اونا میبینن که قایق نجات یا همون کشتی یدکش جلو چشاشون منفجر میشه و تو همین لحظه است که جیل توسط یه فرد مرموز گروگان گرفته میشه. اون خودش یه جورای خلاص میکنه، ولی وقتی که اون فرد مرموز به اسم صداش میکنه جا میخوره. اینجاست که پارکر و جیل میفهمن اون فرد همون آقای ریموند از گروه FPC. ریموند اونا رو مسخره میکنه و میگه شما حتی نمیدونید داریم با کی مبارزه میکنیم و کلن از مرحله پرتیم و میذاره میره. جیل و پارکر که از حرفای ریموند شوکه شدن به دنبال راهی واسه رسیدن به اتاق مخابراتی کشتی میگردن تا بتونن با بالا دستیاشون در میون بذارن که اوضاع چجوری و اصلا این ریموند چی میگه. اونا وقتی به اتاق مخابرات کشتی میرسن میبینن که ریموند هم اونجاست و دست به سینه وایساده و تمام تجهیزات مخابراتی هم داغون شد. اینجاست که جیل و پارکر و ریموند متوجه میشن که فرد ماسکدار گروه تروریستی ولترو از طریق مانیتوری که اونجاست ظاهر میشه و طی یه سخنرانی از ویروس جدید رونمایی میکنه. بله، ویروسی به نام تی ابس. ویروس تی ابس از ترکیب ویروس ابس و ویروس تی به دست اومد. حالا ویروس ابس چیه؟ این ویروس ویروسیه که در نتیجه اکتشافات در عمق‌های بسیار زیاد اقیانوس به دست اومده. ویروس تی ابس از قدرت انتقال و آلوده کنندگی به مراتب بیشتری برخورداره. گروه ولترو ضمن نمایش قدرت و سرعت اثربخشی این ویروس تهدید میکنه که یک پنجم اقیانوس‌های جهان رو با این ویروس آلوده میکنه. اون فرد ماسکدار ماسکش رو برمیداره و خودش رو جک نورمند سردسته گروه ولترو معرفی میکنه. از اون طرف کریس که راه افتاده بره دنبال جیل به اوبرایان میسپاره یه تیم بفرسته به فرودگاهی که پیدا کرده بودن تو قسمت قبل تا واسه دستیابی به اطلاعات اونجا رو جستجو کنن. اوبرایان هم موافقت میکنه و دوتا نیروی حرفه‌ای به نامای کوئنت و کیت رو به منطقه اعزام میکنن. ریموند و پارکر از این جریان ویروس جدید و قدرت گرفتن ولترو حسابی شاکی میشن. اونا موفق میشن موقتا یه خورده دم و دستگاه ارتباطی کشتی رو راه بندازن، ولی نیاز به نیروی برق دارن تا کارو کامل کنن. واسه همین ریموند بهشون یه کلید میده تا اونا بتونن به اتاق منبع تغذیه کشتی برسن و برق رو فعال کنن. اونو به پایین ترین قسمت کشتی میرسن و میبینن که تحت تاثیر طوفان قرار گرفته. جیل و پارکر نهایتا منبع تغذیه رو فعال میکنن، اما تو این لحظه درا قفل میشه و اونا گیر میافتن و آبم همه جا رو میگیره. کریس و جسیکا طبق اطلاعات راداری که گرفتن خودشون رو به کشتی میرسونن و داخلش میشن. کریس هم مصممه که هر جور شده جیلو پیدا کنه. وقتی اونا وارد موتورخونه کشتی میشن که آبم داخلش نفوذ کرده، متوجه میشن که هیچ اثر از جیل و پارکر نیست. اونا حالا متوجه میشن که اشتباه اومده و این کشتی در واقع اسمش سمیرامیسه و از لحاظ ظاهری با کوین زنوبیا مو نمیزنه. تو این گیرودار جیل موفق میشه خودش از اتاق شناور در آبی که توش گیر افتاده بود بیرون بیاره و همین که منبع تغذیه رو فعال کردن موفق میشن دیواره هایی که جلوی آب گرفتگی کشتی رو میگیره ببندن. اما اونا هنوز نمیتونن هیچ سیگنالی رو دریافت کنن با اینکه برق هم وصل شده. واسه همین میرن روی دکل دیدبانی بلکه بتونن آنتن رو ردیفش کنن. بعد از درگیر شدن با یه حلزون و انسان نمای خفن که اسمش دراگیگنازوئه، اونا بالاخره موفق میشن که ارتباط رو وصل کنن و با مرکز ارتباط بگیرن. اوبرایان باهاشون صحبت میکنه، ولی یهو صحبتش رو قطع میکنه و با حالت پریشان بهشون میگه که اون ماهواره‌ای که به تراگریجیرا شلیک شده بود، این هم ماهواره‌ای که اول بازی باعث نابودی شهر تراگریجیا شد، حالا دوباره فعال شده و داره به سمت کوین زنوبیا میاد. اوبرایان همچنین میگه کریس هم تو راهه و داره میاد که جیل از شنیدن این خبر خوشحال میشه.
کوینت به جیل زنگ میزنه و میگه ما میتونیم مسیر ماهواره‌ای که به سمت کوین زنوبیا شلیک شده رو منحرف کنیم و توضیح میده که با استفاده از پهپاد UAV ماهواره رو سردرگم میکنیم. جیل و پارکر خودشونو به عرشه کشتی میرسونن و موفق میشن پهپاد UAV رو راه بندازن. در همین حال اوبرایان میره پیش لنسل و باهاش راجع شلیک ماهواره بحث میکنه. پهپاد پرتاب و موفق میشه ماهواره رو سردرگم کنه. ولی اینجا یه اتفاق میفته و اونم اینه که یه موج عظیم باعث چپه شدن کشتی میشه و جیل و پارکر داخل آب میفتن. جیل و پارکر با شنا کردن خودشون از آب خارج میکنن و تو همین فاصله کریس و جسیکا هم دارن با قایق به سمت اونا میان و باهاشون تماس میگیرن و میگن قرارمون تو سالن کشتی. جیل و پارکر کمی جلوتر با یه فرد ماسک دار روبرو میشن. اون فرد میگه میخواد پرده از حقایق تلخی برداره و اضافه میکنه موقعیت مکانی کشتی کوین زنوبیا تا همین اواخر نامعلوم بود و همچنین ناپدید شدن گروه ولترو بعد از حادثه تراگریجیا و شلیک ماهواره به سمت کشتی کوین زنوبیا همه با هم مرتبطن و ما رو به یک حقیقت تلخ میرسونن و اون حقیقت اینه که همین که میخواد جملهش تموم کنه بهش شلیک میشه. جسیکا که به همراه کریس به اونجا رسیدن فکر کرده که اونا در خطرن و بهش شلیک میکنه. پارکر میره که کمکش کنه و وقتی که ماسکو برمیداره میبینه که اون ریمونده. پارکر بهش میگه چرا خودتو به شکل افراد گروه ولترو در آوردی؟ که ریموند به صورت زمزمه‌وار یه چیزایی در گوش پارکر میگه و از حال میره. بعد این جریانه جیل کریس را میفتن تا مانع این بشن که ویروس وارد آبهای آزاد بشه. جزیکا به پارکر میگه هیچ رقمه نمیشه مخ این کریس رو زد. پارکر هم بهش میگه کریس رو ولش کن، خودش صاحب داره از این جور صحبتا. کریس و جیل که حالا دوباره با هم همراه شدن با آزمایشگاه مخفی که داخل کشتیه میرسن. چه از طرف دیگه کوینت و کیت که همچنان دارن روی ولترو تحقیق میکنن به مدارکی دست پیدا میکنن که نشون میده یه ارتباطهایی بین ولترو و FBC وجود داره. اونا متوجه میشن که اصلا گروه ولترو دوباره احیا نشده بوده، بلکه این اوبرایان بوده که با احیای ظاهری این گروه قصد فریب دادن FBC و لندسل رو داشته. اونا ناگهان متوجه میشن FBC دستور بمباران اون فرودگاه رو داده تا مدارک شواهدی که اونجاست رو احتمالاً از بین ببره. اوبرایان به پارکر زنگ میزنه و میگه ریمون همه چیزو بهت گفته، درسته؟ یعنی همون چیزی که در گوشش گفت. پارکر هم میگه آره میدونم، باید چیکار کنم و سراغ کی برم. پارکر به راهش ادامه میده تا به جسیکا میرسه و روش اسلحه میکشه. Hold it right there. Parker. A spy has infiltrated the BSAA. Morgan's more. And it may be you. That's what Raymond told me. What are you talking about? پارکر به جسیکا میگه ریموند در گوشم همه چیزو گفت و تو جاسوس دو جانبه لندسیل. جسیکا میخواد دکمه تخریب خودکار کشتی رو بزنه که پارکر با شلیک نمیذاره. اینجاست که جفتشون با ورود یه نفر شوکه میشن. پارکر، subdue that woman. ریموند. How? ریموند میاد و روی جسیکا اسلحه میکشه. جسیکا به پارکر شلیک میکنه. و دکمه انفجار خودکار رو میزن و میره. پارکر به ریموند میگه برو دنبالش. حالا دوباره به کریس و جیل برمیگردیم. اونا منبع تولید ویروس رو پیدا میکنن و همچنین متوجه میشن لنسل از ولترو استفاده ابزاری کرده تا حادثه تراگریجیا پیش بیاد و همچنین منابع مالی تولید ویروس تی ابس رو تأمین کرده. اون با آزاد کردن BOW هایی که محققان تولید کننده در حال کار روش بودن اونا رو به کشتن میده تا روی شواهد مدارک سرپوش بذاره و همچنین موقعیت خودش رو تو FPC مستحکم تر کنه. اونا موفق میشن به مکانی برسن که باعث خونسا شدن ویروس میشه که تو این لحظه لنسل تو مانیتور ظاهر میشه و با طعنه بهشون تبریک میگه که موفق شدن ویروس رو پاکسازی کنن. اون بهشون نشون میده که چه بلایی سر کشتی سمیرا میس اومده، چون همونطور که دیدیم جسیکا با زدن دکمه اونو منفجر کرده. لنسل در ادامه میگه سرنوشت مشابهی در انتظار کشتی کوین زنوبیاس و سیستم شمارش معکوس انفجار خودکار به راه میفته. اونا سعی میکنن از اونجا خودشونو خلاص کنن. اینجا
اونجاست که خلبان گروهشون کرک باهاشون تماس میگیره و میگه داره میاد اونجا. کمی جلوتر جیل پارکر زخمی رو میبینه. اینجاست که پارکر به جیل میگه جسیکا یه خائنه و جاسوس لندسیل و اون بهش شلیک کرده. جیل مسافتی پارکر زخمی رو میبره ولی پله ها میشکنه و پارکر آویزون میشه و میگه به راهتون بدون من ادامه میدیم. من با این وضعم فقط براتون دردسرم و ازشون تشکر میکنه و نهایتا به درون آتیش سقوط میکنه. اونا به عرشه میرسن و میبینن که هلیکوپتر نجات نزدیک شده، اما یه هلیکوپتر دیگه هم اونجاست که در اثر انفجار کشتی و یه ضربه عجیب از بین میره. در اثر تخریب کشتی و نشت ویروس هیولای بسیار بزرگ از جنس واله سر از آب در میاره به نام مالاکوداس. کریس و جیل نهایتا موفق میشن این هیولا که یک از بزرگترین بی او دبلیو هایی که تا به حال دیده شده رو شکست بدن و نابودش کنن. بعد این جریان ما پارکر رو میبینیم که به طرز معجزه‌آسایی از اون سقوط جون سالم به در برده. پارکر با ریموند روبرو میشه و بهش میگه من تمام این مدت در مورد تو اشتباه میکردم و حق با تو بوده. ریموند هم میگه تو یه بار جونم رو نجات دادی، حالا نوبت منه. کریس و جیل بعد از بین بردن اون هیولا سوار هلیکوپتر شدن و دارن منطقه رو ترک میکنن که اوبرایان باهاشون تماس میگیره. کریس وقایعی که رخ داده رو به اطلاعش میرسونه و به اوبرایان اصرار میکنه حقیقت ماجرایی که رخ داده رو بگه و هیچ چیز رو پنهان نکنه. اوبرایان هم لب به سخن باز میکنه و حقیقت ماجرا رو برملا میکنه. اما حقیقت ماجرا چیه؟ یه سال قبل یعنی سال 2004 لندسیل از گروه تروریستی ولترو استفاده میکنه تا حمله ای رو به تراگریجی انجام بده و از این طریق به دنیا نشون بده خطر تروریست بیولوژیک چقدر جدی میتونه باشه و نهایتا بتونه بودجه بیشتری از دولت واسه سازمان FPC جذب کنه. ولترو این حملات رو از طریق 3 تا کشتی گردشگری پایه‌گذاری انجام میده. کشتی های به نام های کوین زنوبیا، کوین سمیرامیس و نهایتا کوین دایدو. اما بعد عملیات و اتفاقایی که منجر به نابودی شهر میشه، رهبر ولترو جک نورمن از نوع بازیچه قرار داده شدن توسط لنسل و نابودی افرادش توسط بیو دبلیو ها به شدت خشمگین میشه و قول انتقام به لنسل میده. اما لنسل اون و گروهش رو تو کشتی کوین دایدو گیر میندازه و بهشون حمله میکنه و کشتی رو در نزدیکی شهر تراگریجیا غرق میکنه. ریمون در تمامی این مدت از قضیه باخبر بوده و با همکاری اوبرایان به صورت سوری گروه ولترو رو احیا میکنن تا از این طریق روی لندسیل فشار بذارن. اگرچه بعد از منفجر شدن کشتی زنوبیا و سمیرامیس دیگه مدرکی وجود نداره، همه مدارک شواهد نابود شد، ولی خوشبختانه کوئنت موقعیت مکانی اون کشتی سوم یعنی کوئن دایدو رو پیدا میکنه و از این طریق جیل و همراهاش میتونن با جستجوی اونجا به یه سری مدارک شواهد دست پیدا کنن. کریس و جیل به سمت آبهای تراگریجیا میرن تا به کشتی دایدو برسن و ببینن اوضاع از چه قراره. در همین بین لنسل که از موضوع باخبر شده BSAA رو توبیخ و اوبرایان رو به خاطر همکاری با ولترو بازداشت میکنه. کریس و جیل به زیر آب میرن و موفق میشن به کشتی دایدو برسن. اونا جسد چند سرباز FPC رو اونجا پیدا میکنن و به یه نوار میرسن که تو اون نوار نشون داده میشه که لنسل واسه نابودسازی مدارکی که علیهش تو اون کشتی وجود داره یه سری سرباز رو به اونجا فرستاده. اونا یه نوار ویدیویی دیگه هم پیدا میکنن که توش جک نورمن صحبت میکنه و میگه تشنه انتقام از لندسیل و مدارک علیه اون و نمونه ویروس تیابیس رو همراهش داره. اون میگه تمام همگروهی های من یا مردن و یا تبدیل شدن. اونا به اعماق کشتی میرن و در کمال تعجب نورمن رو میبینن که زنده است. نورمن با دیدن اونا مدرکی که ثابت میکنه لندسیل گناهکاره رو پرت میکنه. جیل میره اون مدرک رو برمیداره. نورمن شیشه نمونه ویروس رو سر میکشه و تبدیل به یه هیولای تایرانت مانند قوی و سریع و فرز میشه که میتونه به صورت توهمی به ذهن دیگران رسوخ کنه. جیل و کریس باهاش به مبارزه میپردازن و نهایتا موفق میشن نابودش کنن. Finally,
بعد این جریان اونا مدرکی که از نورمن به دست آورده بودن که یه موبایل رو میبینن و رو ویدیو کانفرانس مرکز پخشش میکنن. تو اون ویدیو نشون داده میشه که لنسل تجهیزات و ویروس رو به نورمن تحویل میده و اونا آماده حمله به تراگریجیا میکنه. اوبرایان به سراغ لنسل میره و میگه همون ابتدا بعد جریان تراگریجیا ما یه نمونه از ویروس رو تو ساحل پیدا کردیم، روش تحقیقات انجام دادیم و اونو بهش میده و نهایتا لنسل رو بازداشت میکنه. بعد این جریان رو گروه FBC منحل میشه و تمام پرسنلش به BSAA منتقل میشه. صبر کنید، هنوز ماجرا تموم نشده. جسیکا و ریمون جفتشون جاسوس یه شرکت سالس بودن و تظاهر میکردن که واسه FBC و BSAA و لنسل جاسوسی میکنن. اون شرکت سوم همون شرکت ترایسله که تو بازی رزیدنت 5 دیدیم، یه شرکت دارویی مثل آمبرلا که به طرز طعن‌آمیزی حامی مالی BSAA هم هست. مأموریت اونا در تمام این مدت حفظ و تأمین امنیت نمونه ویروس تی‌ابس و بردن اون ویروس برای شرکت ترایسل. کریس ردفیلد و جیل ولنتاین هم به زودی درگیر ماجراهایی میشن که به وقایع بازی رزیدنت 5 منتهی میشه.